for کودک هشت سال یا نو سال کودکی بودم که هشت سال یا نو ساله بیش نداشتم خوب به یادم از زمانی که یکی از همسایه‌های ما خانه خدا و یا دیوار خدا ایمار میکرد و خاک یا ریک می خرید و او رو پیشخانه خود کوت می کرد و او روز دگه سر کودکایی مثل ما شوخ جشن بود در خانه وقتی کوت خاک بالا منداختن اوجه آجل می, ده می طرف کوت خاک تمام امی اشتکا یا کودکایی که بودیم اوجا قسم بود که باید هر کس اولین هر نفر باید زحمت بکشه اولین کس باشه در نقطه آخره کوت خاک برسانه خدا و چون من نمیخواستم یک کودک ضعیف باشم از ابتدا بسیار قویگری یا قوت خوش داشتم تلاش میکردم که ما باید اولین نفر باشم جنگ میکردیم دعا میکردیم کالایم این پاره میشد به آخر ما کسی می بودم که در نقطه آخرش برسم و وقتی اوجا می رسیدم یک احساس آرامش برم رخ میداد احساس می‌کردم من پاچای منطقه خود هستم و بسیار خوش می چند وقت بعد چند وقت گذشت توجه من را به طرف قهرمان های جهان به طرف ورزش و زیاتر او وقت از محمد علی کلی یا بعضی فوتبال های قهرمان ها بودن زیاتر اونا را من میدم می خب بعدم از وقتی محمد علی کلی را میدم می مسابقه میکرد بعد از سه چهار راوند خب طبعا انرژی کم میشد و نمیتونست خوب مشت بزنه او وقت دمو کودکی نو ساله که داشتم میگفتم اگر من داخل میدان باشم هیچ وقت انرژی من خلاص نمیشه میزنم میزنم می تا وقتی که حریف مصفا در بیارم امو شور و هیجانی در بدنم بود همی گپا بود که علاقه, پا... علاقه پیدا کردم به ورزش و البته یک خلاف کاری کردم که بدون اجازه پدرم رفتم کلاب شروع کردم چرا بدون اجازه پدرم گمان میکردم که اگه از پدرم اجازه بگیرم چون یک کودک نهایت شوخ بودم هر روز شکایت در خانه ما میامد که نسار فرق بچه ما پای ما شکستانده که سنگ زده شیشه ما شکستانده از او خاطر مطمئن بودم پدرم به هیچ وجه مرا اجازه نمیداد برم به کلاب چون قوی میشدم دگام شوخ میشدم اما خوشبخت شروع کردم چند وقت کلاب تا تا چند وقت ادامه دادم دیدم که خب فامیل متوجه شد که تمام توجه ما ورزش شد و ما آرامتر و آرامتر شده رفتم و کل فکرم به این بود که من چه قسم باید از افغانستان هم یک کس باشه قهرمان باشه از افغانستان هم کس به جهان نشان بده مردم افغانستان ها بخاطر همیشه میشیدم گای از فرانسه گای از انگلیس گای از امریکا قهرمان میبود اما هیچ وقت از افغانستان نبود و این مرا از کودکی رنگ میداد <تصفح> تشکر و شروع کردم با تمریناتم بعد از یک سال اولین مسابقه در کابل و مدال طلا گرفتم و بعد از اون وقتی که خانه آمدم وقت برنامه اجدر باید هم گرم تا قصه خود آخر برسارم وقتی خانه آمدم واقعا زیاد تشویق شدم و باور به داشتم که اولین تشویقی که از طرف فامیل شدم، او مرا بسیار بدن و قوت بخشید و بعد از اون تلاش زیادتر کردم خلاصه چند ساله در کابل مسابقه کردم در تمامش مدال طلا گرفتم و خوبترین مبارز در سطح افغانستان شناخته شدم استاسا مسابقات تیمی برگزار شد و من او اشتراک کردم انتخاب تیم ملی شدم و بعدا به مو کودکی که داشتم استاسا فکر میکردم که نزیکش در روان و وقتی که در تیمیلین خواب شدم رفتیم به سفر خارجی چند بار که سفر خارجی کردم با شکست روبرو شدم هر بار که می رفتم شکست می خوردم و مایوس می شدم پس می به افغانستان یک روز پیش خود شیشتم خوب به یادم از در نماز بودم بعد از نماز خلاص کردن دعا به خدای خود کردم که خدایا چرا من نتیجه گرفتن میتونم؟ چرا من میتونم مدال بگیرم خدا اونا میتونن مدال بگیرن چرا من اونا شکست دادم میتونم من نمیتونم اونا شکست دادم بعدن پیش خود جواب بر محمد که نصار تو باید تلاش کنی تو باید دگام زحمت بکشی و یک گپ ای بود که ما به انگیزه مدال نمی رفتم به طرف مسابقات فقط می رفتم که چند بار تجربه بگیرم یعنی در کل انگیزه نداشتم که ما باید مدال می گرفتم اما بعد از این به خود باور کدم تمام جهان افغانستان باید به خود باور کنند که وطن از این حالت تغییر میده و همه تو به خود باور کردم و تلاش کردم اولین مدالم در سال 2004 بود در مسابقات جنوب باسیاد. در گردنم انداختم اینجا اس بدن نشان میدم. وقتی در گردن انداختم مدال وقتی گرفتم یک روز از گردنم دور نمیکردم در آنکه که باید امو مدال که باید بکشی نزاکتن. کردن اما مثل اون اولین مدالم بود یک روز از گردنم دور نمیکردم <coughs> به هر حال مسابقات ادامه پیدا کرد سال 2005 انتخاب شدم در مسابقات کشور اسلامی جهان بین 57 کشور مدال برونز گرفتم 16 تیم از افغانستان اشتراک کرده بودیم از یک طرف کم مایوس بودم که چرا ما زیاد مدال نگرفتیم اما از یک طرف خوشحال بودم که ما توانستم شامل مدال کشورهای مدالست بسازم و بعد از او سال 2006 شروع شد دو رویداد بسیار مهم داشتیم مسابقات المپیک آسیا و مسابقات جنوب آسیا در هر دوش اشتراک کردم در یکی مدال طلا گرفتم در دیگه مدال برونز گرفتم بازم تیم زیاد از افغانستان اشتراک کرده بودیم اما یک مدال فقط گرفتیم که اما قصه پیشترم که از یک طرف مایوس شدم از یک طرف افتخار میکردم که تانستیم افغانستان مدال دار بسازیم بعد از او سال دو هزار افت سال که زندگی خودم زندگی فامیل ما همه گیر تغییر داد در افغانستان پرخاطره ترین سال زندگیم انتخاب شدیم بر مسابقات جهانی مسابقات جهانی که در کودکی میگفتم که یک کس از افغانستان باید باشه که مدال جهانی بگیره نه فقط بشنویم که از این کشور از اون کشور از و کشور <تصح> و در مسابقات رفتیم مسابقات اشتراک کردیم با شکست دادن چند حریف هم. از کشورهای مختلف عربستان و روس و آمریکا. مدال, سر مدال بازی میکردم با حریف امریکایی بودم خوشبختانه او شکست دادم رفتم مدال برونز گرفتم و بسیار لازی سکوت کردم که نصار تو مدال جهانی گرفتی اما مدال که در هشت سالگی با فکرش بودی بسیار خوش بودم بسیار زیاد بعد از یک سیپ دیگه باید بالا می رفتم که باید قهرمان دو مرتبه المپیک چهار مرتبه جهان پنج مرتبه آسیا شده بود باید با او رو برو میشتم از کشور ایران به نام حادی ایسایی برم باور نکردنی بود که من میتونم اون شکست بدم به خودم و به تیمم اما همه می میگفت که نصار تو میتونی اون شکست بدی خلاصه قصر کوتاه میکنیم مسابقه شروع شد وقتی در پله اول توشک پا ماندم ما صداقت، صدا ایم صدا که نصار. کسی می قهرمان بوده کو تلاش کنه زحمت بکشه قهرمانی میراز نمیمانه به کس فقط تلاش تو تلاش کن تو میتونی را شکست بتی و چون من زیاد احساساتی بودم داخل مسابقه شدم مسابقه شروع شد عمله که رفتم سر عریفم. تا کره کشیدم از خط اما راوند اول یک امتیاز پس افتادم چون زیاد احساساتی بودم ورزشکار نباید زیاد احساساتی باشه باید آرام باشه بعد از راوند دو سه شد در سه راوند مساویانه پیش رفتیم پس یک امتیاز خودم گرفتم و مسابقه کشید بر راوند چهارم گولدن پاینت یا اولین امتیاز که هر کس بگیره بعدا مسابقه شروع شد و خوشبختانه امتیاز ما گرفتم اولین امتیاز و قهرمان دوبار دو مرتبه المپیک چهار مرتبه جهان و از را به نام هادی که اصلا دارم باور نکردنی بود که از دادم و وقت استاد شدم رفری دست ما باید بلند میکرد وقتی دست, وقت وقت دست ما بلند کرد او وقتم باور نمیکردم ما ایره برده ایم وقت بلند کرد چند از سکوت کردم دلم میگفت بدو گای میگفتم بیشین گای میگفتم گیریکو گای میگفتم چیخ بزن ایران ماده بودم برحال خب اف... کلپا نیست اگر ای او سنه که ما میده بیدم در گرد گرد میدان و چیق می زدم به نام افغانستان واقعا بسیار برم افتخار بود از توشک پایین شدیم و هم تیمی های مرکز یکی کش میکد بغل میکد یکی ماچ میکد یکی گریه میکد یکی نماز میخوان واقعا احساس کردم که یک کار را کردم به وطنم یک کار را کردم به مردمم بعد از او خوب بیادم از به پدرم زنگ زدم اینجا پدرم حضور دارن زنگ زدم گفتم پدر من چون میدیای ما پخش مستقیم نداشت گفتم پدر من هادی سایی را شکست دادم قهرمان جهان را شکست دادم و پدرم در یکی از سرکای کابل بود وقتی که گفت مرا شنید چیغ زد چیغ زد چهار از رافیانش کسایی که بودن اونا ور خطا شدن گویا چی گپ شد کدام راکت آمد انتحاری آمد یا کدام گپ دیگه اما بعد از یک خبر شدن که بچیش مدال گرفت مدال جهانی گرفت بعد از تبریکی دادن خلاص سال 2007 خلاص شد و سال بسیار خوب بود بعد از رفتیم المپیک 2008 انتخاب شدم از افغانستان اما متاسفانه با دو, ش... دو, شکست تلخ روبرو شدم بعد از چند بار مدال گرفتن و قهرمانی با شکست روبرو شدم و جگرخون شدم زیاد کلا سال 2008 سال خراب بود برم بارها شکست خوردم بارها شکست خوردم اما وقتی که از اینکه زیاد شکست خوردم جگرخون شدم که چرا من پس چند بار مدال گرفتم وال نمیتونم بازم به این جواب رسیدم باید تلاش کنم داستان های را ها رو خواندم که قهرمانا ها ترسیدم که وقتم پوره شده داستان قهرمانا ها رو خواندم که قهرمانا چی کردن وقتی که شکست می دیدم زیاتر کسا شکست خوردم. اما پس بالا آمدن شکست خوردن پس بالا آمدن بعد از او بازم تلاش کردم و پیش خود فکر کردم امو گپ اولم که دو دست ما دارم دو دا پای دارم دو پای اونا دارن دو اونا دارن کل ما انسان هستیم و هر کس تلاش کنه زحمت بشه قهرمان میشه بعدن سال 2009 شروع شد مدال طلای آسیا را گرفتم قهرمان آسیا شدم سال 2010 مسابقات المپیک آسیا بود مدال نخره آس المپیک آسیا را گرفتم سال 2011 کسب سهمی المپیک 2012 یا کوالیفیکیشن گیم فور المپیک لندن بود کوجام مدال طلا گرفتم بازم دومین مدال طلای آسیا خود را گرفتم رفتم المپیک و آل سر اصلی قصه خود که قصه المپیک لندن است با درد شروع شد و با درد ختم شد المپیک لندن یکی از آرزوهایم بود که سال 2008 ندانسته بودم مدال گرفته باید سال 2012 میگرفتم 20 روز پیش رفتیم لندن تمرینات شروع شد حتما نصیب نبود سه روز قبل از مسابقه از ناحیه پشت پاتم از علی پشت پات پارشت در جریان تمرین خوب بیادم است لغت میزدم بالا و یک احساس کردم که درد است شدید درد و افتیدم به زمین به این حالت بودم و خواستم بخیزم که رابرم دیدم که درد زیاد است و نمیتونم سهی را رفته کم مایوس شدم که من چون وعده کرده بودم بی بار تمام افغانستانه که من میرم مدال طلای المپیک میارم <coughs> اما انسان آگاه نهی باشه چی گپ آدم رایش میه برال پیش دکترها مراجع کردم دکترها من را روان کردن به شفاخانه مرکزی خود شفاخانه شبخ... مرکزی مرا زیر ماشین اکسری داخل کردن و از از پشت پتم تقریبا یک سال زیر ماشین بودم عکس گرفتن و اونا گفتن که بعدا تقریبا دو ساعت بعد اونا تصمیم گرفتن که باید به ما چیز بگوین داخل اتاق مرا داخل کردن پروژکتور روشن کردن اتاق تاریک کردن و نشانم دادن که کجای عضله پایت اوگار شده نباید تو تمرین ادامه بدی نباید لغت بزنی من اینا را گفتم که دیدم که زیاد اصرار میکنن تو باید مسابقه نتی من گفتم سه روز بعد مسابقه ما است و پای هنوز جایش هست قط نشده پایم مردم افغانستان منتظرم است ملکی افغانستان کلیگی منتظر است من چه قسم اونا را و من بسازم که ورزشکار افغانستان میتونه در المپیک مدال طلا بگیره و به خاطر از اون آمده مسابقه میکنم نه به خاطر از ای که پایم کم اوگار شده و ما تسلیم حریف شوم. وقتی ای گپ دکترها شنیدن اونا کم احساساتی شدن و گفتن هر رقم شما ما تو رو دوام میدیم بعدا دوا دادن دو روز استراحت کردم روز سه مسابقیم بود رفتم در جمنازیم و مسابقه شروع شد احساس میکردم که شاید ای دو روز خوب باشم اما پیش از مسابقه کسی که کردم نمیرخم از باید پیش از مسابقه گرم کنی بدن خوب گرم باشه جای اوگار نشه وقتی خواستم گرم شروع کنم دیدم که نسار اوگار استی و نمیتونی سهی لغت زدن برحال با تمام ناامیدی ها رفتم بازم پیش ها گفتم دگام مرا دوا بتین دگام دوا دادن مرا مسابقه اولم شروع شد رفتم به مسابقه اول هیچ کس خبر نبود از پای اوگار شدنم به هر کس خنده می گویا که اونا مایوس نشن اما در دل درد داشتم زیاد درد داشتم سه سال به مسابقه ای که هر روز پنج سال شش سال زحمت می کشیدم طول اشت سال نو سال پنج بار بدنم عملیات شد اما میخواستم یگانه مدال که نداشتم المپیک بود باید بگیرم از او خاطر مسابقه اول شروع شد بازم هم ام امیدوار به بودم که ما داخل مسابقه میشم و چون افغانای ما زیاد است مردم جهان زیاد است تشویق میکنن و من شاید درد احساس نکنم بزنم اما راند اول وقتی که شروع شد با تبادله چند تکنیک بازم گفتم نمیشه ناامید شدم که مدال المپیک از دست دادم به هر حال مسابقه اولش خلاص کردم خود با اختلاف یک امتیاز مسابقه را خود برنده شدم و مسابقه اول خلاص شد از میدان تاشدم، راه رفتن نمیتونستم زیر شانه‌م داخل شدن مرا بردن تا استراحتگاهم به هر از دکترها تقاضا کردم که باید مرا هر رقم میشه پچکاری کنید چون درد زیاد است شیشت نمیتونم راه رفتن نمیتونم چطور میتونم لغت بزنم اونا نمیکردن اصرار کردم کردن مرا اولین پچکاری مرا بعد از او مسابقه دوم شروع شد با حریف آرژانتینی بودم داخل مسابقه شدم با تمام درد که داشتم به هر حال باید میرفتم استاد میشدم نم... خوش نداشتم تسلیم شدم به یالت مسابقه شروع شد سه راوند مسابقه واگذار کردم به حریف آرژانتینی حریف قوی بود رفت فاینال اما از داوری شکایت داشتم ناداوری شده بود شاید کسایی که اینجا هستن دیده بوده باشن مسابقه مرا هر لگد نخوردم و چهار امتیاز دادن لگد ما خورد مرا نه برحال مسابقه دوم خلا شد وقت از توشک تا شدم بسیار جگر خونی شدم و دلم اقده کده بود میخواستم گریه کنم از یک طرف میگفتم شرم است ما گریه کنم همگی فکر نمیکنن کنن ای اوگار است کلیگی میگن که شاید دختر مسابقه گیریه کنه مرد نباید گیریه کنه هر رقم مشکلات هم میبینه بعد از اون مسابقه از توشک پایین شدم و حریفم رفت فاینال و یک چانس دیگه به ما اومد که باید میرفتم در مسابقه سر مدال برنز بازی میکردم هر کس مرا میگفت که نکو مسابقه از کابل دوستایم همگی میگفت یک مدال آه، اوکی تیز تیز میرم مسابقه سیوم شروع شد همگی آمد که تو باید مسابقه کنی همین یک راوند هم که مسابقه کردی یا یک دو مسابقه هم بردی به مدال طلا است من گفتم نه مسابقه میکنم فقط مرا چند وقت بتید. خوب به یادم است از جمنازی هم بر آمدم لنگان لنگان بچه مامای ممروه این بود گفتم تلفون ده به یک لحظه کار دارم تلفن گرفتم و به برادر میروه است اینجا هستن به اونا زنگ زدم او را پخش مستقیم گزارش میدادن فقط بر اونا گفتم که پدر مادرم چطور است آیا میتونن امی درد مرا تعمل کنن وقتی داخل مسابقه میشم چون احساس میکنم وقتی که من داخل مسابقه میشم چقدر فامیل من به تشویش است چقدر هم به تشویش است تمام مادر افغانستان مادرم است تمام پدرها مثل پدر معنوی است از او خاطر از برادرم تقاضا کردم و جواب خوب شنیدم از برادرم گفت نسار تو به خاطر پدر مادرت نرفتی مسابقه کنی تو رفتی به خاطر تمام مردم افغانستان مسابقه کنی و ای گپ مرا ده چند جراتمن ساخت و گفتم فقط قد کردم گفتم ببین مسابقه بعدی من مسابقه بعدیم بعد از پیچکاری دیگر از دکترها تقاضا کردم دگام تابلت خوردم حتی دلبدی برم پیش شد خوردم مسابقه سیم داخل شدم و همزمان یک یک افغان ما از دو ساعت دور که در رادیو تقیب کرد مسابقه مرا یک ملم پیدا کرد که او به درد دفتن تاثیر میکرد. او از در مبارک رمضان بود دو ساعت دو ساعت را آمد ملم به رقم رسان و ده دقیقه پیش از ملم رسید پیش از مسابقه ملم چرب کردم و داخل مسابقه شدم مسابقه سیمون با حریف نیوزلندیم بود واقعا باور نمیکردم هر لقد دور میخوردم میزدم در روی حریفم میخورد هر لقد میزدم در روی حریفم میخورد یازده دو حریف خودش شکست دادم برامدم بازم همگی از خوشحالی زیاد گریه میکردن به هر حالت گریه بود گریه ادامه پیدا کرده بود مسابقه سیوم خلاص شد مسابقه چهارم شروع شد مسابقه چهارم با حریف ایتالیایی بود قهرمان قبلی المپیک بود و قدش هم از مکد زیاد بلند بود و با... خب به هر حال تلاش کردم تلاش کردم در مسابقه که سر مدال برونز بود یک یک فکر میکردم که اگر تلاش کنم اوگار هم هستم اگر تلاش هم نکنم باز بد است از اون باید تلاش کنم اگر ببازم یا ببرم تلاش باید کنم خلاصا تلاش کردم و تلاش کردم نتونستم نتونستم مدال المپیک بگیرم و زیاد جگر خوند شدم دیگه طاقتم نامد گیریه کردم از توشک پایین شدم و گیریه کردم بعد از او رفتم به اتاق ساعت 12 و نیم شب بود دوستایم همه گفتن نسار بخواب زیاد ناراحتی. کجاست که خواب ببره کجاست که برم بخواب ساعت 3 و 20 دقیقه صبح بود مرا خواب برد و صبح ساعت ده وجه بیدار شدم وقت بیدار شدم بلند شدن نمیتونستم از جایم فقط خواهش کردم از دوستایم مرا بلند کنین از جایم و از جای مرا بلند کردن مثل روبوت شده بودم آدم و اینی رفتن نمیتونستم تا چند قدمی که عادی شد راه رفتم خلاصه وقت رفتم در فیسبوک گفتم بیا یک سر بزنم لپتاپ مواز کردم به فیسبوک چی گپ شما باور کنین اینقدر پیام از تمام افغانای دنیا برام آمده بود ای قدر پیام آمده بود اینقدر مقاله آمده بود که باز وقتی که یک دو سه چهار تاش خواندم گریه گرفتیم همه کی فقط میگفتن نثار تو قهرمان هستی تو به خاطر افغانستان ساز شدی پایت تاوگار است و تمام جوانان افغانستان امیدوار ساختی روحیه دادی امی به ما مدال الماس از اصطلاح بالاتر وقتی یه گپ میش خب از یک طرف خوش بودم اما یک مدال نگرفته بودم تابان بنج خون بودم آمدم به افغانستان تمام گپا خلا شد واقعا در افغانستان دیدم مردم هر دفعه که مدال می میقدر تشویق نمی او وقت باورمند شدم که مردم افغانستان با پاس است مردم افغانستان از جوان خود تنها از جوان ورزشکار خود مدال نمیخوایند خواهند تیم پور است و اونا همی که تلاش کردم برشان همه چیز بود با تمامی گپا تشکر می کنم از استادم که اینجا هستن استاد یالق بخشی از استاد نور از ماستر کوریاییم از فامیلم از تمام افغانستان که اگر اونا نمی بودن تشویق نمی کردن فامیلم نمی بود تشویق نمی کرد هیچ وقت مده ای جای کمی که هستم نمی رسیده در کل دو هدف داشتم یک هدف به جهان نشان بتیم ما چرا خم مردم هستیم دوم به افغانستان نشان بتیم که هر جوان باید باورمند باشه به خود که ما حیالت تغییر دادم میتونیم و از گی خواهش میکنم زحمت بکشیم تا افغانستان از تمام کشورها کده با ترقی بسازیم تشکر تشکر تشکر